جان روزنامه نگار و رمان نویسی بود که در کارهای سیاسی هم مشارکت داشت. کتاب معروف تاریخ جنگ جهانی اول از آثار مهم اوست که در 24 جلد نوشته شده است. اما تکرمان او به نام سیونو پله آنقدر مشهور شد که همه زندگی او را تحت تأثیر قرار داد و از روی آن آلفرد چیچکاک فیلم معروفی ساخت. شما عزیزان روایت رادیویی این رمان را به قلم سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی در پنج قسمت می تهیه کننده برنامه زرین کشاورز، صدا محسن فرهانی و راوی آن این صدا بهروز روز رزوی است. تقاضا می کنم به اولین قسمت روایت رادیویی رمان سی پله اثر جان بوکان توجه بفرمایید. ساعت سه بعد از ظهر یکی از روزهای ماه مه در حالی که از محیط لندن به شدت خسته شده بودم به طرف خانه میرفتم. فقط سه ماه بود که در انگلستان اقامت داشتم و در همین مدت کم زندگی در این کشور مرا کسل کرده بود اگر قبل از اینکه به انگلستان بیایم کسی این موضوع را به من گوش زد می کرد حتما به او می خندیدم اما حالا فهمیدم که چنین چیزی حقیقت دارد هوای انگلستان برایم که از یک کشور گرم و آفتابی به آنجا رفته بودم واقعا کسل کننده بود نمی توانستم به اندازه کافی ورزش کنم حتی سرگرمی های گوناگون لندن هم دیگر برایم تازگی نداشت و توجهم را جلب نمی کرد. به خود گفتم ریچارد اینجا برای تو جای خوبی نیست بهتر هر زودتر اونو ترک کنی از نقشههایی که قبل از مسافرت به انگلستان برای خودم کشیده بودم عصبانی بودم و میدیدم که هیچ کدام جور در نیامده است در چند سال گذشته در شهر بولووایو که یکی از شهرهای آفریقای جنوبی و محل کار من بود به اندازه کافی پول اندوخته بودم فقط به یک زندگانی خوش که در آینده منتظرم بود میاندیشیدم پدرم هنگامی که من شش ساله بودم برای مأموریتی به آفریقای جنوبی رفت و مرا هم به خودش از انگلستان به آنجا برد از آن زمان تا کنون میهنم را ندیده بودم بعد از پدرم کار او را دنبال کردم و در نظر داشتم وقتی که سروتم کفایت زندگی راحت را کرد به انگلستان برگردم و همانجا بمانم اما حالا میدیدم که هیچ کدام از خیالاتم صورت حقیقت به خود نگرفته است دیگر در انگلستان آنطوری که میخواهم نمیتوانم زندگی کنم در هفته اول تمام مناظر قشنگ و جاهای تماشایی را دیدم و در کمتر از یک ماه به تمام تئاترها و رستورانها و مسابقه های ورزشی رفتم هیچ دوست صمیمی نداشتم که مرا همراهی و راهنمایی کند بسیاری مرا به خانه خودشان دعوت میکردند ولی میدانستم که هیچ کدام از آنها دوست واقعی من نیستند و زیاد به من علاقه ندارند من یک جوان قوی و سالم سی و ساله بودم که با وجود پول کافی هیچ گونه سرگرمی و کاری در لندن نداشتم. بنابراین میخواستم به ییلاقای سرسبز و آفتابی آفریقای جنوبی برگردم سر راه برای خواندن روزنامه های عصر به کافه ای رفتم تمام روزنامه ها از احتمال بروز خطر در خاور میانه و خاور نزدیک و از دست رفتن منابع گرانبه های نفت دم میزدند بعضی از سرمقاله ها هم به تشریح موقعیت اساس اروپا و سرنوشت کشورهای آن که در خطر فاشیسم بودند اختصاص داشت در ضمن اخبار گوناگونی که همه حاکی از وخامت و اوضاع و نگرانی محافل سیاسی جهان بود این خبر هم جلب توجه میکرد که نخست وزیر یونان روز پانزدهم ژوئن برای مذاکره در امور بالکان که موقعیتش از همه جای اروپا خطرناکتر و حساستر بود وارد لندن خواهد شد ساعت شش به منزل رفتم لباس پوشیدم و بیرون آمدم شام را در کافه رویال خوردم و بعد به تماشاخانه موزیکال رفتم از برنامهش خوشم نیامد و نیمه نمایش از سالن بیرون آمدم. شب قشنگی بود و پیاده به طرف منزل راه افتادم. خانه من اولین طبقه یک ساختمان بود در خیابان پورتلند. این ساختمان یک راه پله عادی و یک آسانسور داشت و جلو در ورودی آن همیشه یک دربان نشسته بود. من شبها در خانه تنها بودم و دوست نداشتم مستخدم دائمی داشته باشم. فقط یک نفر صبحها قبل از ساعت هشت می آمد و کارهای منزل را انجام میداد و ساعت هفت بعد از ظهر میرفت چون من هیچ وقت شام را در منزل نمیخوردم و شبها به او احتیاجی نداشتم به مجرد اینکه کلید را برای باز کردن در به قفل نزدیک کردم یک نفر که هیچ ملتفت آمدن او نشده بودم کنارم سبز شد اول یکی خوردم ولی بعد تشخیص دادم که این شخص همان مستجر طبقه آخر است که گاهی میان پلاها به او سلام میکردم او شخص کوتاقد و باریکی بود چشمای کوچک و تیزبین و تحریش قهوهای رنگ داشت با عجله و اضطراب محسوسی بازویم را گرفت و گفت ممکنه داخل آپارتمان شما بشن میخوام چند دقیقهای با شما صحبت کنم در را باز و تعارف کردم داخل شود به محض اینکه وارد اتاق پذیرایی شد به سمت اتاق عقبی که اتاق تحریر بود دوید و پس از چند لحظه مکس دو مرتبه برگشت و همانطور مستلب گفت در بسته است بعد دوباره رفت و با دست خودش در را امتحان کرد و این بار گفت خیلی معذرت میخوام میدونم خلاف ادبه ولی موضوع من مهمتر از اینه که به فکر ادب باشم به نظرم اومده که شما تنها کسی هستید که میتونه اهمیت حرفهای منو درک کنه از اول هفته گذشته برای من مزاحمتی ایجاد شده از همون موقع غالبا به شما فکر کردم ممکنه به من کمک کنید من در حالی که از رفتار و حرفهای عجیب آن مرد تعجب کرده بودم گفتم من به حرفهای شما گوش خواهم داد ولی این تنها قولیه که میتونم بدم گفت باید منو ببخشید میدونم برخوردم غیر منتظره بوده ولی من در حالت عادی نیستم و باید تا این ساعت مرده باشم پیپم را رو روشن کردم و روی مب نشستم در حالی که مطمئن بودم با یک نفر دیوانه طرف شدهام پرسیدم چه اتفاقی افتاده کی برای شما تولید مزاحمت کرده تبسم غمانگیزی یک لحظه لبهای پریدرنگش را از هم باز کرد و گفت اول باید بدونید که من دیوونه یا مست نیستم. خوابم ندیدم. در عرض هفته گذشته در اطراف شما خیلی کنجکاوی و مطالعه کردم. گمان میکنم آدمی نیستید که به این راحتی ها بترسید. حتی مطمئنم که حاضرین در مواقع ضروری خطر هم بکنید. و همین دلیل از شما میخوام به حرفام خوب گوش کنید. میخوام شما رو در جریانی که خودم در اون قرار گرفتم قرار بدم. من الان بیشتر از هر کس که شما فکر کنید به کمک احتیاج دارم. میخوام بدونم که میتونم روی کمک شما حساب کنم یا خیر من کمی به فکر فرو رفتم به مرد خیره شدم تا از چهرهش بفهمم در حالت عادی است یا پریشانگویی میکند کمی که فکر کردم به مرد گفتم شما اول جریان رو بگید ببینم چیه بعد خواهم گفت که میتونم در اون وارد بشم یا نه مثل اینکه موضوع مورد نظر او خیلی مهم بود چون سعی میکرد طوری شروع کند که اهمیت آن به شدت مجسم شود بعد شروع به گفتن عجیب ترین موضوعی کرد که من تا آن وقت اصلا اش چیزی نشنیده بودم. اول درست متوجه حرفایش نمی شدم. چاره ای نداشتم جز اینکه صحبتش را با سوال مختلف قطع کنم. کم کم متوجه شدم قضیه عجیبی در کار است. او یک آمریکایی از اهالی کنتاکی بود. بعد از تمام کردن دوره دبیرستان با ارسیه هنگفتی که به بود شروع به گردش دور دنیا کرد. از اوضاع کشورهایی که میدید برای مطبوعات آمریکا مقاله هایی می نوشت. به خصوص از کشمکش های بالکان گزارش های جامعی برای آنها میفرستاد. چند سال در جنوب شرق اروپا به سر برده بود. با آشنایی کاملی که به زبانهای خارجی داشت توانسته بود رجال و پیشوایان برجسته کشورهای بالکان را بشناسد و با بعضی از آنها طرح دوستی بریزد. او خیلی خودمانی و دوستانه از اشخاص مهمی اسمی برد که من بارها نام آنها را در سرمقاله های روزنامه ها دیده بودم. در بالکان کم کم با سیاست سر و کار پیدا کرده بود اول به واسطه ی که به آن داشت و بعد برای اینکه دیگر پایبند شده بود و نمی خود را کنار بکشد به نظر من شخص ماجراجو و ناراحتی آمد که مایل بود از اسرار هر کاری سر در بیاورد تصادفا در این را بیش از حد دلخواهش پیش رفته بود و به اسراری پی برده بود که دانستن آنها برای شخصی مثل او خیلی زیاد به نظر می رسید. من این موضوع را وقتی تصدیق کردم که او یکی از این اسرار را به اجبار و از روی ناچاری برای شخص ناشناس و بیطرفی مثل من تعریف کرد در حالی که حرفهایش به گوش من خیلی غیرمنتظره و عجیب بود گفت در اروپا غیر از کشمکش های دولت ها و ارتش ها یه فعالیت مخفیانه و زیرزمینی هم در جریانه. این فعالیت ها به وسیله یک دست خطرناکترین اشخاص اداره میشه. مرد ادامه داد. من این موضوع رو در اثر یک تصادف کشف کردم بعدم از روی کنجکاوی اون رو دنبال کردم کسایی که این فعالیت ها را رهبری میکنن اشخاصی هستند که باعث انقلاب بر ضد دولت ها میشن همچنین در بین اونها کسانی هستند که در صورت وقوع جنگ استفاده های سرشاری نصیبشون میشه هدف این دست آدم ها اینه که آتش جنگ رو در خاور میانه شده بر اولین گام هم اینه که بین آلمان و شوروی اختلاف ایجاد کنن. چون در اون صورت میتونن دولت فعلی را از سر کار بردارن و دولت دیگه ای به جای اونا بیارن. البته دولتی که دست خودشون باشه. من پرسیدم اینا حالا چه ربطی به شما و من داره؟ گفت این مسئله داره اتفاق میفته. اصلا تعیین شده و قرار اجرا بشه. ولی اگه من زنده بمونم میتونم ازش جلوگیری کنم. حتما تو روزنامه ها خوندین که نخست وزیر یونان روز پانزدهم ژوئن برای مذاکره به لندن میاد. گفتم بله خوندم. این شخص تنها کسیه که تا به حال مانع انجام نقشه اون فاشیستا شده ولی متاسفانه میدونم که اسمش تو لیست سیاه اوناست یعنی کسیه که از نظر اونا باید کشته بشه خیلی ها از احتمال ترور او حرف میزنم. ولی من تنها کسی هستم که دقیقا میدونم چه وقت و چطور ترور میشه این اطلاعات اونقدر خطرناکه که اسم منو هم تو لیست سیاهشون وارد کردن بنابراین هر لحظه ممکنه بیان سراغم و ترورم کنه. حرفای مرد همسایه به اینجا که رسید احساس عجیبی به من دست داد او نرزید و دقایقی سکوت کرد تا آرامشی به دست آورد من منتظر بقیه ی حرفاش بودم خیلی علاقهمند شدم که بدونم قضیه چیه